در حالی که این روزها با تشدید حملات طالبان شهرستان‌های مختلف افغانستان شاهد درگیری‌ها بین دولت و طالبان است، آمریکا، ناتو و ترکیه یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره افغانستان به آن علاقه دارند، فرودگاه بین‌المللی کابل است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که ماهی گذشته در حاشیه نشست سران اعضای ناتو در بروکسل با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده بود، روز گذشته اعلام کرد با آمریکا و ناتو برای تأمین امنیت فرودگاه کابل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به توافق رسیده است. در فرودگاه حامد کرزی کابل اینکه ما چه مسئولیتی را به عهده خواهیم گرفت در مذاکرات با ناتو و آمریکا مشخص شده. ناتو و آمریکا هدف از واگذاری مسئولیت تأمین امنیت فرودگاه کابل را به ترکیه، ورود و خروج مسئول دیپلمات‌ها به افغانستان اعلام می‌کنند. اما طالبان تاکنون چندین بار اعلامیه داده و گفته است سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های خارجی بدون هیچ نگرانی به کار خود ادامه دهند. سیاست راهبردی ترکیه استفاده از گروه‌های افراطی و تروریستی به عنوان ابزار سیاست خارجی هست. قبلا چنین روند در مناقشه قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان در کشور لیبی، سوریه و عراق مورد توجه ترکیه قرار داشته و در حال حاضر که بحث تامین امنیت فرودگاه کابل مطرح است، باز هم چنین راهبرد مورد توجه آقای اردوغان قرار گرفته. طالبان که در دو ماه گذشته و همزمان با روند خروج نیروهای خارجی به پیشروی‌های سریعی در افغانستان دست یافتند، در آخرین اظهار نظر خود گفته بودند ترکیه هم باید همزمان با نیروهای خارجی دیگر از افغانستان خارج شود. اما در حوزه تحولات میدانی در شبان روز گذشته در افغانستان، طالبان امروز بار دیگر به شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کردند. طالبان همچنین شب گذشته از چندین نقطه به شهر طالقان مرکز استان تخار در شمال شرق افغانستان هجوم آوردند.